با سلام، ممنون از شما خانم دکتر مهربان. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. بنده دو فرزند پسر 8 و 13 ساله دارم. مشکل ما با فرزند بزرگترم هستش. بنده در زندگی شخصی تمام تلاش خودم را انجام دادم تا هیچ گونه کوتاهی در حق فرزندام انجام ندم و تمام خواسته هاشون رو برآورده کنم. ولی امروز دوشنبه متوجه شدم که همسرم به بنده گفتن که فرزندم کارت آبربانک رو برداشته رفته بیرون و وقتی توی جیبش بوده رو مشاهده کرده و حتی این کار رو چندین بار با آبربانک همسرم انجام داده، تا جایی که حتی پول برداشت کرده و حتی مدت قبل خواهر همسرم نیز وقتی کارت آبرش رو نامیده به پسرم متوجه میشن از اون برای خودش خوراکی خریده، تا جایی که دیگه توی منزل حرفی میزنه به حرف اعتمادی ندارم، چون میگیم داره دروغ میگه و میگه چندین بار باهاش صحبت کردیم اما کار به جایی نبردیم، تا جایی که امروز کنترل خودم رو از دست دادم و باهاش برخورد کردم. لطفا راهنمایی بفرمایید با دروغگویی دزدی وی چه برخوردی انجام بدیم؟ بد جوری از این کارهاش در عذابیم. ممنونم از شما. البته پسر 13 سالشون حتما این کارو میکنه. بله بله. ببین عزیزم، مسئله خیلی بچه معمولا توی کودکیش ممکنه یه همچین کاری رو بکنه، ولی نباید اتهام دزد بهش زده بشه، چون خطر اینه که ادامه پیدا بکنه خیلی بیشتر میشه وقتی متهم بشه به اینکه تو دزدی. معمولا دروغگویی ریشه ژنتیکی یا ارثی داره. باید نگاه کنیم ببینیم چرا این بچه با اینکه میگین تأمینش هم کردین و میکنینش، چرا این بچه دست به همچین کارایی میزنه؟ نه فقط کارت بانکی پدر، بلکه کارت بانکی دیگری هم برداشته. در گذشته چه اتفاقی افتاد؟ با رابطه این برادرها با هم به چه صورته؟ دوستاش کیا هستن؟ از چه تاریخی این بچه شروع کرد به یه همچین حرکتهایی؟ چون زمان برای من خیلی مهم بود ببینم از چه سنی شروع کرد که دست به یه همچین کار پنهان کاری زشتی بزنه. و حتما دوستاشون شما حتما باید زیر نظر بگیرین که چه تیپ دوستایی رو داره. کودکی که یعنی از نظر مالی خانوادگی یه مقدار ضعیف‌تر از کودکان دوستاش باشه، یعنی با دوستایی رفت آمد بکنه که وضع مالیشون خوبه و این کودک یا این نوجوان وضع مالیش متوسط و یا پایین‌تر از متوسطه، ممکنه که دست به همچین کاری بزنه برای اینکه میخواد کم نیاره. و یا کودک یا نوجوانی که میخواد توجه بگیره از دیگران، خرج میکنه براشون و میخواد از این طریق بگه من کسی هستم. یه حالت خودشیفتگی. مثلا من یک کیس داشتم که این پسر همین حدود سن شما بود پسرشون و خانواده میلیاردر، واقعا میلیاردر، خونه خیلی بزرگ 6 خوابه در اروپا، زندگی بسیار مرفه و پسرشون دائما دزدی میکرد ازشون. و وقتی من این پسر رو دیدم متوجه شدم که از مشکل خیلی جدی خودشیفتگی و خودبزرگبینی، در کنارش وقتی که بیشتر با پدر مادر صحبت کردم دیدم مادر دائما داره دفاع کرده ازش و پدر خشونت و مادر دائما دفاع. این حرکت دوباره رفتارهای متفاوت پدر مادر شدیداً روی بچه تأثیر بد میذاره، یعنی یکی طرفداری کنه ازش، یکی خشونت از خودش نشون بده. شما بعد کارت بانکیتون و همه پولتون و همه چیتون رو فعلا به دور از دسترسش نگه دارید. حتما ببینید دوستاش چه دوستایی هستن، حتما کمک روانشناسی براش بگیرین، نه یک جلسه دو جلسه، ادامه پیدا بکنه که یک روانشناس خوب بتونه ازش در بیاره که دلیل واقعی یا حقیقی این کارش چیه که مورد سوء تفاهم و یا عدم اطمینان شده برای خانوادش. چون خطر اینجا اینه که یه وقت ممکنه از دوستاش یه وقتی پول دوستاشو برداره، اونجاست که حالا تو مدرسه هم بدنام میشه.
و هر چه زودتر جلو بدنامیشو در ملأ عام و در اجتماع بگیرین، چون اون وقت رو شخصیتش و رو هویتش تأثیر خیلی بدی میذاره و اعتماد به نفسش رو از دست میده و دست به کار بردن خطرات بیشتر وارد گنگ شدن ها و مافیا بازی ها بیشتر میشه، برای اینکه احساس میکنه اجتماع واقعی دیگه نمیپذیرنش، پس باید بره تو دنیای نامرئی گنگ، اینه که خطر بیشتر میشه و مهربانانه باید باهاش صحبت بشه و اینی که دلیلش رو باز از طریق روانشناس شما خیلی بهتر میتونین ازش در بیارین تا اینکه خودتون به خودتون نه. الان این بچه خودش گیج و گنگه و به اضافه اینکه نمیتونه به شما واقعیت رو بگه، اما با یک روانشناس خوب از گیجی و گنگیش در میارتش و اون وقتی که خودش هم میتونه بفهمه که واقعا چرا داره این کارا رو میکنه. بعضی وقتا بچه‌ها به خاطر اینکه یه برادر 8 ساله هم داره خشمش رو از این طریق وارد کرده، از این طریق میخواد فریادش رو به شماها برسونه، احساس حسادت شاید میکنه چون تفاوت سنی هم دارن با هم دیگه و احساس میکنه که توجه بهش نمیشه و از این طریق توجه منفی ممکنه وارد شده که میتونه در آینده مشکل ساز بشه براش. ولی اگر هر چه زودتر به این صورتهایی که من گفتم جلوش گرفته بشه، خودش آروم آروم متوجه میشه و از این توجه منفی خطرناک میتونه بیاد بیرون و در آینده سالم تری رو داشته باشه. متاسفانه چون از خودتون بیشتر از این نمیدونم، تا انقدر میتونم کمکتون بکنم، امیدوارم که یه روانشناس خوب پیدا بکنیم و این عزیزمون رو هرچه زودتر بهش برسونیم و گود لاک عزیزم.